و اینها. و شاه یهو احساس کرد که این غلامه که اینقدر داره طرفداری میکنه از اون دوستش، احتمالاً با این طرفداری داره از خودش دفاع میکنه و از خودش بزرگی های خودش رو به رخ میکشه، و گفت تو اینجوری زیرکی نکن با تعریف از دیگران فی الواقع تعریف خودتو بکنی. و اون شروع کرد به قسم خوردن، که قسم خوردناش خیلی ایاتون باشه دور و دراز شد به نمیدونم جرجیس و نمیدونم پیامبران و نمیدونم تمام اینها، شروع کرد قسم خوردن. و توی این قسم خوردن ها شاه گفت خیلی خوب، حالا تو راجع به خودت حرف زن، اصلا حالا راجع به اون راست میگی، اصلا راست راجع به خودت بگو، خودت چی هستی؟ و در این که خودت چی هستی، شاه به درازا کشید و گفت که تو بگو ببینم تو آیا در لحد با خودت نوری میبری یا تاریکی میبری، با خودت چیزی حمل میکنی؟ و بعد یادش افتاد شاه که اصلا این چیزایی که ما با خودمون حمل میکنیم آیا عرضه یا جوهره؟ آیا این نماز و روزه هایی رو که ما با خودمون حمل میکنیم اینها اصل یا فرعه؟ و به این بابایه به این غلامه گفت که تازه اینا که تو با خودت میبری اینها همه فرعه، اگه اصل چیزی داری بگو، این فرعیات ولش کن، اگر جوهری داری از جوهر خودت تعریف بکن. و این مسئله باعث شد که مولوی وارد یه بحث فلسفی بشه که عرض چیه و جوهر چیه. تو توصیف عرض و جوهر مولوی نظریه اشعری رو مطرح کرد که هفته پیش توضیح دادم، و بعد از طرح مسئله نظریه اشعری که میگه که العرض لا یبقا زمانین که راجبش حرف زدیم، بعد از او گفت که یه اشتباهی مولوی میکنه، احتمالا این اشتباه رو به عمد میکنه، یعنی اشتباه نیست، در واقع تریک مولوی است، ولی فی الواقع از نظر منطقی اشتباهه. و اون اینه که ببینن جوهر ما وقتی میگیم و عرض، اینها هیچ کدومشون جنبه پسند و ناپسند و بایست و نبایست ندارن. مثلا فکر کنید، شما فکر کنید که آهن بودن جوهره، آب بودن جوهره، و فکر کنید رنگی که ما روی آهن میزنیم عرض. جوهر یعنی چی؟ جوهر این که یعنی چی؟ وجودش قائم به خودش است. عرض یعنی این چیزی که وجودش قائم به دیگریه. یعنی رنگ باید یه چیزی باشه که ما رنگش رنگ داشته باشه. رنگ خود به خود وجود نداره، باید چیزی باشد تا رنگ داشته باشه، ما به این میگیم عرض. ولی جوهر خودش هست، آهن هست، نباید چیزی وجود داشته باشد که آهن به تبع او وجود داشته، یا آهن یا هست یا نیست، اگر هست هست و وجودش تابع چیزی دیگری نیست. این اون نگاه ارسطویی هست به جوهر. و طبق نگاه ارسطویی جواهر پنج جور هستن، من تا اونجایی که یادم عرضها میشن 9 تا، حالا جزئیاتش هم واقعا یادم نیست، ولی حالا کار ندارم. بالاخره جوهر و عرض هیچ کدومشون اینجوری نیستن که ما باید جوهر رو بچسبیم عرض رو رها کنیم، یا عرض رو بچسبیم جوهر رو رها کنیم. اینا بایست و نبایستشون برای ما هیچ فرقی نمیکنه. مقوله رنگ با مقوله آهن برای من و شما که فرقی نمیکنه، جنبه اخلاقی نداره برای ما، جنبه قضاوت نداره، خوب و بد نداره. ولی مولوی این رو میکشونه به عرصه قضاوت، یعنی فرض میکنه که جوهر او چیزیست که ما دنبالشیم و عرض او چیزی که ما باید بریزیم دور. به خاطر همین گاهی اوقات به جوهر میگه غرض، یعنی حالا هم قافیه با عرض هم هست، میگه یا عرضه یکی غرضه، یعنی یه چیزی هست که ما میخوایمش، غرض ما اون است، یعنی جوهر رو میگیره غرض. چون این نگاه هم تو فهم دینی ایرانیان وجود داشته، قبل از اسلام هم احتمالا وجود داشته، بعد از اسلام که اصلا ما خودمون بسو تو این نگاه آخوندی هم کاملا امروز هم وجود داره و ما شاهدش هستیم که اینها میگن که یه منطقی که دارن توی منطق دینی ایرانیان اینه که ما باید به دنبال چیزی باشیم که پای داره. یعنی همش استدلال اینه که این دنیا ناپایداره، این هوا و هوس ها ناپایدار هست، این خوشی ها ناپایدار هست، پس ما اینا رو باید بریزیم بیرون، بریم دنبال چیزی که پایداره. بخاطر همینم بهشت رو خلود و پایداری میدونن و فکر میکنن که وقتی رسیدن به بهشت دیگه همه چی پایداره. خب اگر این نگاه رو در نظر بگیرید، خب
عرض میشه یه چیز ناپایدار دیگه. یعنی آهنه میتونه مثلا رنگ، ببینن عرضه، میتونه آبی باشه، میتونه قرمز باشه، میتونه زرد باشه، پس یه چیز ناپایداری. ما رنگ زرد بزنیم زرد میشه، قرمز بزنیم قرمز میشه. یا مثلا درجه حرارت، این ناپایداره، میتونه الان گرم باشه، یه لحظه دیگه سرد باشه، برش دوباره گرم بشه. پس بنابراین عرض رو دوست نداریم به خاطری که سپنجی هست، آریتی هست، گرزرا هست. ولی جوهر رو به تعبیری که حالا مولوی داره میکنه، نه به تعبیر ارسطویی، به تعبیری که مولوی داره میکنه، یه چیز پایدار و تغییر ناپذیر و قائم به ذاتیه. پس بنابراین اون خوشاینده از نظر مولوی. بنابراین با این نگاه، با این به اصطلاح خلط فلسفی اخلاقی که مولوی داره میکنه، هر جا میگه غرض، منظورش همون عرضه، منظورش همون جوهره. حالا ناگهان رسیدیم اینجا که داره مثال میزنه از رابطه بین عرض و جوهر و میگه که هست آن بستان نشاندن هم عرض، گشت جوهر میوهش اینک غرض. ببینه اینجا غرض رو به عنوان جوهر معرفی میکنه. خب حالا شما پیدا کردن خط، الان میتونه دنبال کنه با چشم تو بعد. عرض دان کیمیا آوردن به کار، پس استفاده از کیمیا عرضه، چون ما کیمیا رو به کار میبریم تا یه ماده رو از مس تبدیل کنیم به طلا. خب جوهری زان کیمیا گر شد بیار، پس غرض ما در واقع چی هست؟ جوهر اینجا بینه منی غرضه، میگه غرض ما این هست که طلا داشته باشیم، میگه اون رو بردار بیار. جناب آقای غلام، شاه داره به غلام میگه، میگه بگو ببینم خودت چه کاری، جوهری داری یا نه؟ اصلا من کار به کاراتم ندارم، کار به روزمرگیتم ندارم، این قدم بلبل زبونی و این هم آدم خوبی هستی و آدم اخلاقی هستی و هی تعریف از دوستت میکنی، اینا اصلا بیخیال، جوهر چی داری؟ اینا همه عرضه. خب سیقلی کردن عرض باشد شها، زین عرض جوهر همیزاید صفا. میگه سیغلی کردن یعنی سابیدن، این عرضه، ولی اون صفایی که در اثر این سابیدن به وجود، اون تلعلویی که به وجود میاد، یعنی آینه وجود را سیغل دادن و سیغل دادن و سیغل دادن، این عرضه، ولی اون که درش تلعلوی ایجاد میشه و نوری ایجاد میشه، اون جوهر هست. پس مگو که من عملها کردم، دخل این اعراض را بنما مرم. گفت اون چی که از این اعراض به دستوردی بگو. این صفت کردن عرض باشد خموش، سایه بز از پی قربان مکش. میگه تو آمدی عرض رو به جای جوهر به من قالب میکنی، سایه بز آوردی، میگی که این بفرما، این قربانی در راه شما. سایه بز عرضه، آفتاب بره سایه بزم میره، خود بز رو بردار بیا. و صفت کردن تو و توصیفایی که تو میکنی، اینها همه عرض است. گفت شاها بی قنوت عقل نیست، گر تو فرمایی عرض را نقل نیست. حالا اینجا غلام به شاه ایراد میگیره، به شاه میگه که جناب اعلی حضرت، شما که میفرمایید که این عرض ها فایده ندارن و عرض رو نمیتونیم با خودمون ببریم و عرض رو نمیتونیم با خودمون ببریم، این حرف تو که باعث ناامیدی میشه. این پس دیگه آدمیزاد چیکار کنه؟ اگر من عرض رو نتونم با خودم ببرم، اگر من عمل خیر نتونم با خودم ببرم، سخن خیر خودم رو نتونم با خودم ببرم، اخلاقی بودن خودم رو نتونم با خودم ببرم، چی پس میتونم با خودم ببرم؟ طلا جواهر که عرضه، نمیدونم اخلاقیات هم حاله شد عرض، بعد دیگه تش چی میمونه؟ نها کنن. میگه گفت شاها بی قنوت، قنوت یعنی ناامیدی، گفت شاها بی قنوت عقل نیست، بی قنوت عقل نیست یعنی بی خطر قنوت عقل نیست، بی خطر ناامیدی نیست، گر تو فرمایی عرض را نقل نیست، اگر من نتونم عقل رو با عرض رو با خودم انتقال بدم. پادشاها جز که یأس بنده نیست، هر عرض که رفت باز آینده نیست. تو میگی که رنگ سفید اگر رفت، یا رنگ قرمز اگر رفت میره، یا رنگ دیگه میاد، خب
خب پس این زندگی ما دیگه چه معنی میده؟ پس این یأس دیگه همش، یه رنگی میره یه رنگ دیگه میاد، اصلا اینا هیچ ربطی به هم ندارن. گر نبودی مر عرض را نقل و حشر، فعل بودی باطل و اقوال فشر. شما فشر دارن؟ بله. فشر یعنی بیهوده، هزیان. میگه که اصلا نه آقا، اتفاقا همین عرضه مهمه. میگه ناگهانه گر نبودی مر عرض را نقل و حشر، اگر اینها منتقل نمیشد، اگر برانگیخته نمیشدن، اگر انتقال پیدا نمیکردن، فعل بودی باطل و هر عملی که ما انجام میدادیم باطل، هر قولی هم که میگفتیم بیهوده بود، هیچ دیگه اهمیتی نداشت. این عرض ها نقل شد لون دیگر، حشر هر فانی بود کون دیگر. متاسفانه مولوی توضیح نمیده که کون دیگر در نظر مولوی یعنی چی، به گونه ای دیگر منتقل می شود یعنی چی. آقای اکبر آبادی که شارح خوبی هست روی مثنوی، من خیلی به کتابش مراجعه میکنم، ایشون کتاب رو در هند نوشته، البته خب نگاه خودش رو داره، مسائلی که تو هند میگذشته در موردش مثنوی، بحث هایی که هندیا داشتن، اون مردم و سرزمین داشتن رو میگه، ولی خیلی چیزای جالبی از توش در میاد. ایشون توی اون کتاب میگه که درباره این که حشر حرفانی بود کون دیگر، معتقده که یک حشر برزخی صورت میگیره برای حرفانی. حالا منظورش چیه؟ منظورش این که ببینه، میگه این عرضها نقل شد لون دیگر، داره غلام به شاه میگه، غلام به شاه میگه که تو که میگی که این عرضها فایده نداره، فایده نداره، نه داره، اینها هم نقل میشه، اینها هم منتقل میشه، منتها جور دیگری، کونی دیگر دارد، وجود دیگری دارن در اون دنیا، شکل دیگری ظاهر میشن. و انگار که ما همیشه داریم، حالا اگر او دنیایی فکر کنیم آسون تره، اگر این جهانی فکر کنیم یه خورده سخت‌تر میشه توضیح دادنش. ولی توضیح آسان‌ترش اینه که اگر ما برگردیم تو دنیا، یک نوع به اصطلاح، به تعبیری که آقای اکبر آبادی میکنه، میگه که یه حشر برزخی هم داریم، یعنی به درجه تکوین و تغییر عرضها با درجه تکوین و تغییر جواهر فرق میکنن. من البته این رو یه جور دیگه میفهمم، ولی اجازه بدن که بریم جلو، چون که خود مولوی مثالایی میزنه و رو اون مثالها عرض میکنم که چی هست. نقل هر چیزی بود هر هم لایقش، هر چیزی انتقالش به اساس خودش انجام میشه، به اساس رتبه خودش انجام میشه. لایق گله بود هم سائقش، سائق یعنی سوق دهنده، اینجا یعنی چوپان. وقت محشر هر عرض را صورتی است، صورت هر یک عرض را رؤیتی است. میگه هر کدوم از این عرضها با صورت خودشون ظاهر میشن، اینجوری نیست که اینها برباد برن. ما ماسک های مختلف به چهره داریم اون دنیا وقتی که حشر صورت میگیره، صورتک های مختلفی داریم که به خاطر همین اعراض هست، همین چیزهایی که ظاهرن به تعبیر شاه بی اهمیت هم انجام میشه، و صورت هر یک عرض را رؤیت است، همه اینها دیده میشن. بنگرن در خود، نه تو بودی عرض، جنبش جفتی و جفتی با غرض. میگه اصلا به خودت نگاه کن، تفسیر این دنیایش قشنگتره، مولوی بیان این دنیایش، این جهانیش قشنگتره. میگه نگاه کن به خودت. میگن ما نگفتیم، قبلا نگفتیم که سکس با زنان، قبلا گفته بود نکاح زن عرضه و به وجود اومدن بچه جوهره، این مثال زده بود. میگه که تو خودت مگر از عرض درست نشدی؟ میگه یه پدر و مادری نداشتی، اینها با هم نخوابیدن، سکسی با هم نداشتن، تو پس یه عرضی اتفاق افتاده، این که جوهر نبوده، این عرض بوده، یه حالتی بوده بین دو نفر، و تو جفتی با غرض، تو عین جوهری. غرض گفتم به معنی جوهرتون، نگاه مولوی میگه اتفاقا تو تویی که نتیجه اون لحظه ای، تویی که نتیجه اون عملی، پس بنابراین عرضه از بین نرفته، عرضه به یک شکل دیگری بروز کرد که اتفاقا ببینیم چقدر غلام اینجا با حالت
به اصطلاح چیزی جسورانه‌ای با شاه حرف میزنه، میگه تو خودت اصلا نتیجه یه عرضی. بعد میگه بنگرن در خانه و کاشانه ها، در مهندس بود چون افسانه ها. میگه اون روزی که مهندس های ساختمان، مهندس توی ادبیات ما به معنی مهندس ساختمانه، برخلاف تو انگلیسی که دیدن ما میگیم انجین، انجینیر، فکر میکنیم مهندس مکانیکه، در اتو مکانیکه، ولی در فارسی ما میگیم مهندس، یعنی کسی که هندسه میدونه و میتونه تخریب انجام بده، میتونه طاق بزنه، زاویه ها رو محاسبه کنه، از این حرفا. میگه مهندس های ساختمان اینها وقتی که میخوان یه خونه رو بسازن، اون رویاهاشون، اون تخیلاتشون در دیزاین، اون تخیلاتشون رو در نظر بگیر. میگه اینها عرضن دیگه، اینا که جوهر نیستن، که این تخیلات که جوهر نیستن، اینا که عرضن، عارض شدن بر ذهن اینها. خب میگه بنگرن در خانه و کاشانها، در مهندس بود چون افسانه ها. اینا همه خونه کاشونهایی که میبینی، اینا یه روزی یه رویایی بودن تو ذهنی مهندسی. کان فلان خانه که ما دیدیم خش، بود موزون صفه و سقف و درش. از مهندس آن عرز مندیشه ها، آلت آورد و درخت از بیشه ها. آن اندیشه ها و آن اعراض از مهندس اومد، و از درخت و بیشه ها من رفتن چوب و وسیله و اینها آوردن. چیست اصل و مایه هر پیشه ای، جز خیال و جز عرض اندیشه ای. جمله اجزای جهان را بی غرض، در نگرد حاصل نشد جز از عرض. اول فکر آخر آمد در عمل، بنیت عالم چنان دان در ازل. و این یکی از شاهکارهای گفتار مولوی در مثنوی است. و اول فکر آخر آمد در عمل، و چیزیست که ازتون میخوام در خاطرتون ثبت کنن و همیشه به کارش ببرن و همیشه بهش فکر بکنن، که هر چیزی رو که ما شروع میکنیم به آخرش فکر. اگر درختی میکاریم به میوه فکر میکنیم، اگر ماشینی میخریم به این فکر میکنیم که یه روزی یه نفر باش برسونیم یه جایی، بچه‌مون ببریم مدرسه، اگر میریم نمیدونم خونه میسازیم به خاطر اینکه درش یه مهمونی بدیم چهار نفر دعوت کنیم، همیشه به او آخرش فکر میکنیم. ببینیم میگه اول فکر آخر آمد در عمل، اون چیزی که آخر اتفاق میفته، همون چیزی که اول بهش فکر کردیم. بنیت عالم چنان دان در ازل، خدا هم همینجوری دنیا را آفریده. میوه ها در فکر دل اول بود، در عمل ظاهر به آخر می شود. باغبون وقتی درخت میکاره داره به میوه فکر میکنه، چند سال باید بگذره تا این میوه بده؟ مثلا مثل پسته که اگه باشه که ما کرمونی ها میدونیم و میشناسیم 30 سال طول میشه تا این پسته بده. چون عمل کردی شجر بنشاندی، اندر آخر حرف اول خواندی. گرچه شاخ و برگ و بیخش اول است، آن همه از بحر میوه مرسل است. مرسل یعنی فرستاده شده، ارسال شده. پس سری که مغز این افلاک بود، اندر آخر خواجه لولاک بود. لولاک لما خلقت الافلاک، که یه حدیثی هست که معتقدن که این حدیث قدسی هست، و من براستش بخند حدیث قدسی نمیفهم یعنی چی، چون میگن که خدا با پیغمبر، به پیغمبر یه سری حدیث نازل کرده. خب ای چه حرفی آخه حدیث قدسی؟ خب قرآن همش به تعبیری که خودتون میگن آیات خداست و وحیه و خدا گفته، دیگه حدیث قدسی واسه چه معنی میده؟ ولی به هر حال معتقد هستن که یک سری از این چیزایی که خدا به پیغمبر گفته اینا حدیثن، حدیث قدسیه. حالا یکی از اونها هست لولا که لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی ما دنیا رو، افلاک رو نمی آفریدم، من افلاک رو نمی. وقتی که میگن خواجه لولاک، منظورشون یعنی پیغمبر.
و وقتی که باز میگن خواجه لولاک، منظورشون در واقع دیگه اوج شاهکار آفرینشه دیگه. فکر کنید دیگه پیغمبر از نظر مسلمانان همه چی تمامه، آخرین پیغمبر هست، مرد هست، عرض به خدمت شما حکومت درست کرده، دین خدا رو حاکم کرده و خلاصه دیگه بعد از اونم چیزی نمیاد. از نظر اونها دیگه یعنی دیگه اوج خلقت. پس خواجه لولاک یعنی آخر آفرینش دیگه. حالا میگه پس سری که مغز این افلاک بود، اون روز اول که میخواست آفرینش رو درست بکنه، همون میوه در واقع تو نظرش بود، خواجه لولاک بوده. اندر آخر خواجه لولاک بود، یعنی اون میوهه شد خواجه لولاک. نقل اعراض است این بحث و مقال، نقل اعراض است این شیر و شغال. و مولوی اینجا داره به کلیل و دمنه اشاره میکنه و میگه که مگر یک نویسنده وقتی که میاد قصه شیر و شغال رو مینویسه، منظور شیر و شغاله؟ منظور شیر و شغال که نیست، خب همه میدونیم که نیست. این نقل اعراضه، اینجا داره عرض منتقل میشه، داره یک چیز دیگری رو، یک غرض دیگری رو داره او دنبال میکنه. نقل اعراض است این بحث و مقال. میگه این حرفایی که ما الان داریم همه میزنیم، این گفتگوها که تو، توصیفاتی که تو داری نفیشون میکنی، این اصلا یعنی زندگی، زندگی همش یعنی همین نقل اعراض. جمله عالم خود عرض بودند تا اندر این معنی بیامد حل عطا. که حل عطا اشاره هست به آیه حل عطا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که یعنی که آیا آمد برای انسان یه روزگاری از حین من الدهر، از روزگار، زمانی از روزگار که شیء مذکوری وجود نداشت، شیئی که به اصطلاح بهش قابل ذکر باشه وجود نداشت. یعنی منظورش چیه؟ منظورش اینی که وقتی که خدا داشت آدم رو میآفرید، خیلی طول کشید که آدم شیء مذکور شد، خیلی دستکاری کرد در خلقت. نمیدونم اول جسدش رو درست کرده بود، به این مکه و طائف گذاشته بود، هی گذشته بود، جنا اومده بودن، شیطان اومده بود، عزازیل اومده بود، رفته بود، کلی ماجرا طول کشید، اصلا کلی خلقت آزمایشی قبلش صورت گرفته بود که شیر و پلنگا درست شده بود و اینا، تا این آدم به وجود اومد. یعنی خود خدا هم در واقع داره نقل اعراض میکنه، هی دارن اعراضا منتقل میشن تا وقتی که آخرش اون میوه به دست میاد و اون غرض و اون جوهر در واقع. مولوی در واقع میخواد بگه که جوهر اصلا چیزی نیست غیر از همین نقل اعراض، و این اعراض در واقع دارن منتقل میشن و به جوهر منتهی میشن. من یه چیز بامزه بگم در مورد این اختراع خلقت آدم، یه چیز طنزی که میگن، از جمله میگن علت این که ما ناف داریم این بوده که خدا وقتی که آدم رو میآفریده خیلی هیجان زده بوده، چون دیگه رسیده بوده به این جایی که دیگه بهترین اختراع خودش رو داره انجام میده و اینها، بعد آدم رو که درست میکنه با گل و اینها طاقت نداشته که صبر کنه یه خوش بشه، هی میرفته میومده میگفته که مثلا کیورینگ تایمش چک میکرده، میگفته نه این هم مثلا هنوز باید یه دو ساعت دیگه صبر کنه، هی فوتش میکرده، هی بخو خنک بشه اینا، بعد بالاخره بیتاقت میشه، با انگشتش میزنه یهو دینگ میره تو، و اینجوری میشه که ما ناف پیدا میکنیم. یعنی در واقع ناف اینجوری درست میشه که خدا بیتاقت میشه، بالاخره میاد تست میکنه. دیدن ما نون که میپزیم بیتاقت میشیم، هی میریم تست میکنیم اینا. منظور این که طول کشیده تا این درست شده که اندر این معنی بیامد حل عطا. این عرضها از چه زایید؟ از صور. وین صور هم از چه زایید؟ از فکر. اینا از افکار به وجود اومدن، افکار هم از صورتها به وجود اومدن. این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورتها رسول. پس میگه این صورتی که به نظر تو اینقدر حقیر میاد جناب پادشاه، و میگه اینها همه ظاهرن، اینجوری نیست، اینها همه تجلی اون در واقع عقلن. عالم اول جهان امتحان، عالم ثانی جزای این و آن،
چاکرت شاه جنایت می کند، آن عرض زنجیر و زندان می شود. بنده ات چون خدمت شایسته کرد در نبرد، در نبرد آخر باید بیارین اینجا، بنده ات چون خدمت شایسته کرد در نبرد، آن عرض نی غلطی شد. یعنی در واقع عمل شایسته ای که در نبرد کرد باعث شد که تو بهش خلعت بدی. پس بنده ات چون خدمت شایسته کرد، آن عرض نی خلعتی شد در نبرد، که باعث شد که تو به او درجه بدی، مقام بدی، خلعت بدی. این عرض با جوهر با جوهران این عرض با جوهران بیزست و تیر، مثل تخمه و مرغش، مرغ و تخمه، این از آن و آن از این زاید به سیر. ببینه این تصور که مرغ اول بوده یا تخم مرغ اول بوده در زمان مولوی هم سوال بوده، پرسش بوده، میگه که این مثل داستان مرغ و تخم مرغه که شما هم میگی اون اول بوده یا اون اول بوده، اون اول بوده یا اون، اینها لازم و ملزوم هم و با هم دیگه دارن در واقع برهم کنش انجام میشه. حالا به شوخی بعضیا میگفتن زمانی که ما نوجوان بودیم، میگفتن که یه سوالی که وجود داره اینی که اول مرغ تخم مرغ بوده یا اول دانشجو، چون دانشجوها همشون طفلکی ها زود میرفتن نیمروی درست کردن که غذایی که نداشت، معلوم نبوده اول تخم مرغ بوده یا دانشجو. حالا ناکنن میگه این عرض با جوهران بیزست و تهر، این از آن و آن از این زاید به سر. بسیار درخشانه نقطه نظرش، اصلا باور کردنی نیست برای من که یک حوزه همچی فکر وسیعی داره و حالا اینا رو داره غلام به شاه میگه. به شاه هم هی ببینین درگیری غلام هست با شاه. حالا یه غلامی رفته به یکی از غلامها داره با شاه جر و بحث میکنه. گفت شاهنشاه چنین گیر المراد، باشه اینجوری که تو میگی، همینجور که تو میگی، این عرضهای تو یک جوهر نذار. و بسیار خوب، حالا ما قبول نیم، عرضان خیلی مهم من و صورت ها از عرض با وجود میان و از صورت ها از فکر با وجود میان و اینا همه درست، ولی تو به من بگو، من به تو میگم بگو تو چه خصوصیتی داری، ازت میپرسم که اون غلامه چه خصوصیتی داره، تو میگی اون همش خوبی و همش فلان و اینا، میگم خصوصیت خودت چیه؟ تو یه کلمه نمیگی. یعنی این عرضهایی که این همه داستان داری میگی یه خصوصیتی در تو نباید ایجاد بگه، یه جوهری در تو ایجاد نکرده که تکلیف ما رو معلوم کنی. گفت مخفی داشتستان را خرد، تا بود غیب این جهان نیکوبد. گفت چرا؟ منم در وجودم جوهر ایجاد شده، ولی جوهر به معنی غرضها، یعنی اون چیزی که در پایان یه پدیده ای میخوام ببینی، ولی اون در من مخفیه. چرا در من مخفیه؟ به خاطر من مصداق حال این جهانم و در این دنیا رسم بر اینه که آخرت باید پوشیده باشه. یعنی فکر کنید شما، فکر کنید خدا وقتی آدم رو آفریده بود اینجوری بود که یه اتاقی بود، یه جایی، یه کنتوری بود. ما وقتی که هر از مثلا فرض کنیم هفته یه بار میتونستیم بریم توی اتاق کنتور خودمون نگاه، مثلا نگاه میکردیم میدیدیم گناهامون شدن مثلا 7%، ثوابامون شدن 5%، دوباره برمیگشتیم میبینیم سر زنیم. همیشه میتونستیم بریم چک کنیم قضیه رو. خب میتونست خدا که کاری نداشت براش، میتونست کار بکنه و ما همیشه مطلع باشیم از اون حساب کتاب آخری، دائم مطلع باشیم. مثلا کنتراکتورا بعضی موقع سابکارا ازشون چنین توقعی داره، میگن نمیشه تو آخر دفعه بیای به ما بگی و $10,000 بده. این درست نیست. تو در طول پروژه هفته یه بار بیا به ما بگو آقا خرجت شده ایقه، شاید ما وسط کار بخوام بزنیم بیزنس رو به هم. این خدا میتونست همینجوری با ما بیزنس کنه، خب، ولی این کار نکرد. حالا داره توضیح میده که چرا آخرت مخفیه. ببینن میگه که گفت شاهنشاه چنین گیر المراد، این عرضهای تو یک جوهر نزاد، یعنی ما نباید نتیجه کارتور بدونیم. گفت مخفی داشت اصلان را خرد، تا بود غیب این جهان نیکوبد. این جهان نیکوبد یعنی آخرت، تا آخرت غیب باشه.
زان که گر پیدا شدی اشکال فکر، کافر و مؤمن نگفتی جز که ذکر. دیگه اصلا دیگه معنی اگر فکر کنه معلوم میشد دیگه کافر مؤمنی باقی نمیموند، اینا همشون میرفتن سیستم خودشون عجز میکردن دیگه. پس عیان بودی نه غیب ایشان ای شاه دین، پس عیان بودی نه غیب ای شاه دین، نقش دین و کفر بودی بر جبین. میگه نقش دین و کفر ما رو پیشونیمون آشکار شد. کی در این عالم بت و بتگر بودی؟ چون کسی را زهره تسخر بودی. کی دیگه جرأت داشت نفی تعالیم مثلا محمدی رو بکنه؟ پس قیامت بودی این دنیای ما، در قیامت که کند جرم و خطا. گو خب تو حرفی که تو داری میزنی معنیش اینه از همین الان قیامت باشه. اگر اینجوری که تو میگی باشه یعنی همین الان باید قیامت باشه که تو بتونی جوهر من رو ببینی. قراری نیست که تو جوهر من رو ببینی جناب شاه، من جوهرم در وجودم مخفیه. قیامتی از الان آشکار نیست، قیامت آخر کاره. میخوای بیای جلو، بیای جلو، تو شاه باش منم غلامت، قیامت ما در پایانه. گفت شاه پوشید حق پاداش بد، لیک از عامه نه از خاصان خد. گفت خب بسیار خوب، این حرفتم قبول، ولی خدا که از خواص چیزی رو نمیپوشه، خدا از عوام هست که میپوشه که نتیجه کارها چی. خواص که آلردی میدونن، خواص که دارن کار میکنن، کار خیلی میکنن، همه الان میدونن که چند تا ثواب براشون نوشته شد و چند تا گناه نوشته شد و خدا الان عصبانی شد و خدا الان برعکس خوشحال شد و اینا. خاصا که میدونن که، میگه منم خواستم، تو باید به من بگی. خب میگه گفت شه پوشید حق پاداش بد، لیک از عامه نه از خاصان خد. گر به دامی افکنم من یک امیر، از امیران خفیه دارم نه از وزیر. گفت من اگه یه نفر بگیرم بخوام یه سپه سالاری رو یک کسی رو بخوام بگیرم چیزش بکنم، مجازاتش بکنم، این رو از بقیه ی عمرها پنهان میکنم، از وزیر خودم که پنهان نمیکنم، به وزیرم که خاص مورد اعتماد من هست. حق به من بنمود پس پاداش کار، در صورهای عملها صد هزار. و خدا خودش همه چیزها رو برای من آشکار کرده، تو نشانی ده که من دانم تمام. گفت تو فقط یه گوشه از خصوصیات خودتو بگو، من دیگه همه‌شو میدونم، تو یه اشاره بکن، من اصلا همه غیبا رو میدونم. ماه را بر من نمیپوشد غمام، غمام یعنی ابر. میگه ابری جلوی ماه رو برای من نمیگیره، من همه دنیا مثل ماه برای من آشکاره. گفت پس از گفت من مقصود چیست، چون تو میدانی که آنچه بود چیست. و خود تو که مطلعی برای چی هی از ما میپرسی؟ مولوی ببینه چه کانورسیشنی رو در واقع داره طراحی میکنه بین این دوتا، که واقعا یک گفتگوی با استدلال قوی که در مقابل هم این دوتا دارن عرض اندام میکنه. گفت شه حکمت در اظهار جهان، آن که دانسته برون آید عیان. گوها علت این که من ازت میپرسم که بگو خودم میدونم، ولی اصلا حکمت این عالم اینه که ما میخوایم اون چیزی رو که میدونیم، اون چیزی رو که میدونیم ببینیم. میگی اصلا حکمت عالمه. مردی یقه زنشو میگیره، زنی یقه مردشو میگیره، میگه که چرا به من نمیگی دوستت دارم؟ میگه دوستم نداری؟ میگه چرا؟ میگه خود چرا نمیگه؟ چرا من نمیگه من دوست دارم؟ میگه خود تو که میدونی مگر چی بگم؟ میگه نه، من میخوام او چیزی رو که میدونم ببینم. اصلا این حکمت عالمه. ببینه ناکنه؟ میگه گفت شه حکمت در اظهار جهان، آن که دانسته برون آید عیان. همون چیزی که میدونیم بیاد بیرون. آنچه میدانست تا پیدا نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلخ و درد. میگه مادر مگه وقتی میخواست حامله بشه نمیدونست درد داره؟
کیه ندونه که زایدن درد داره ولی میخواد این بچه رو ببینه؟ میگه آنچه میدانست تا پیدا نکرد، تا آشکار نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلق. تلق یعنی درد ناشی از زایمان، تلق و درد. یک زمان بیکار نتوانی نشست، تا بدی یا نیکی از تو بر نجست. حالا این حرفش یعنی چی؟ ببینن، یه داستانی هست که به کرمونی ها نسبت میدم، به غیر کرمونی ها، به شیرازی ها نسبت میدم، تو جاهای دیگه هم من شنیدم. من ورژن کرمونیش بهتون میگم. ورژن کرمونیش اینه که یه بار یه پسری رفته بوده زیر تو سایه، یه جای پیدا کرده بود، خوابیده بوده، پاشو گذاشته بوده تو آفتاب، زده بود به سینه دیوار، سرش هم گذاشته بود تو سایه. پسر جوانی بود، خوابیده بود. مادرش میاد بهش میگه ننه چرا اینجا خوابیدی؟ بلند شو برو کار کن. گفت خب او وقت چطور میشه؟ گفت خب کار میکنی، پول در میاری، خونه میخری. گفت خب او وقت چطور میشه؟ گفت خب او وقت باعث میشه آبروی پیدا کنی، اعتباری پیدا کنی. گفت خب او وقت چطور میشه؟ گفت او وقت دخترها خوب میان زنت میشن، خون زندگی درست میکنی، بچه دار میشه. گفت خب او وقت چطور میشه؟ گفت او وقت بچهات میرن به جایی میرسن، آرامشی پیدا میکنی، پیر میشی. گاه و وش تو میشه. گاه و هم میخ تو آفتاب قشنگ تو سایه میخوابی، پات میزنی سینه دیوار. گاه خب من که همه الان که زدم که دیگه این هم کار بکنم که بخواد تش همینه بشه که من میدونم. این که تایی یه چیزی همونی بشه که تو میدونی باعث میشه تو کار نکنی. بینه میگه این، میگه یک زمان بیکار نتوانی نشست. میدونی چیه ولی باید بری انجام، باید بری کار کنی. میگه این عامل که ما میدانیم تیه قضایا چی هست، نباید باعث بشه که ما کار نکنیم. میگه این که تو به من میگی شاها چرا از من میپرسی تو که خودت میدونی، این مثل این میمونه که اون جوان کرمونی میخوابه میگه من که تیه قضیه رو میدونم، میخوام بخوابم پام بزنم سینه دیوار. میگه نه نمیشه، تو باید بلند شی بری کار کنی. یک زمان بیکار نتوانی نشست، تا بدی یا نیکی از تو بر نجست. این تقاضاهای کار از بهر آن، شد موکل تا شود سرت عیان. باید کار کنی تا آنچه که در قراره که آشکار بشه و در تو نهادینه هست، خفیه هست، به تعبیر غلام و حالا به تعبیر شاه سره. سر میدونن یه معنیش یعنی درونی، نه به معنی راز، یعنی چیزی که در درون ماست، تا درونیات تو آشکار بشه. پس گلابه تن کجا ساکن شود؟ گلابه یعنی کلافه، یعنی کلاف، یعنی چرخ. پس گلابه تن کجا ساکن شود؟ پس این چرخه زندگی و چرخیدن کجا ساکن شود؟ چون سر رشته ضمیرت میکشد. میگه ضمیرت سر رشته رو میکشه، یعنی همون دانسته داره میکشه و تو هم هی داری میچرخی میری به طرف اون ته. تاسه تو شد نشان آن کشش. تاسه یعنی تب و تلواسه و بیماری و استراب و اینا. استراب اینجا معنی میده. میگه تا ما به کار میبریم تو کرمو، میگیم تاسه تلواسه داره، میگن فلانی حالش خوبه، میگن ها حالش خوبه ولی خیلی تاسه تلواسه داره، یعنی هنوز استراب داره جوش میزنه. میگه تاسه تو شد نشان آن کشش. میگه استرابت نشان اون ضمیرت هست که داره این کمند رو میکشه. بر تو بیکاری بود چون جانکنش. اون که تو دلت میخواد که نری و میگینی تای قضیه رو میدونی، میگه چه کاریه من خوابیدم اینجا پام بزنم سینه دیوار، میگه اون جون کندن توه. این جهان و آن جهان زاید ابد. میگه همواره همینه، زاید ابد یعنی هی سبب ها از همدیگه به وجود میان. هر سبب مادر،
اثر از وی ولد. میگه هر سببی مثل یه مادره و اثرش مثل بچه اون هست و دوباره اون اثر میشه مادر. چون اثر زایید آن هم شد سبب، دوباره اون میشه مادر. تا بزایید او اثرهای عجب، این سببها نسل بر نسل است. لیک دیده ای باید باید منور، دیده ای باید منور نیک نیک. شاه با او در سخن اینجا رسید، تا بدید از وی نشانی یا ندید. گر بدید یعنی تا بدید از وی نشانی یا ندید، یعنی تا اینکه ببیند آیا میتواند ببیند از او یا نمیتواند ببیند از او. گر بدید آن نشانه را، گر بدید آن شاه جویا، آن شاه جویا دور نیست، لیک ما را ذکر آن دستور نیست. میگه شاید هم شاه فهمیده بود اون چیزی که میخواست دریابه در مورد این غلام دریافته بود، چون شاه جویا بود و شاه از آدم مهمی بود، آدم درونبینی بود، شاید دیده بود، ولی ما خبر بیش از این نداریم که حالا داریم داستان رو برای شما نقل میکنیم. فکر کنم دیگه وقت هم نداریم، درسته؟ 7-8 دقیقه وقت داریم، درسته؟ 7-8 دقیقه. خب میگه باز پرسیدن شاه حال از غلام دیگر. شما هم عنوان دارین تو مثنویتون؟ ندارین. چون ز گرمابه بیامد آن غلام، حالا اون یکی غلام اومد، سوی خیشش خواند آن شاه همام، آن شاه بزرگوار اون رو خواند، اون یکی غلامه رو. گفت سوهن لک نعیم و دائمو، پس لطیفی و بس لطیفی و ظریف و خوب رو. گفت که عافیت باشه، سوها لک عافیت بر تو، صحت بر تو، نعیم و دائمو یعنی دائم کامکار باشی، دائم برخوردار از نعمت باشی، بس لطیفی و ظریف و خوب رو. پس سوی کاری فرستادان دیگر، تا از این دیگر شود او با خبر. ماهروی جعدموی مشلو، ببخشید، پیش بنشاندش به صد لطف و کرم. بعد از آن گفته ای چو ماه اندر ظلم، گفت ای ماه در تاریکی، ماهروی جعدموی مشکبو، نیک خوی، ای دریغا گر نبودی در تو آن، که همی گوید برای تو فلان. گفت کاشکی که این عیبهایی که رفیقت گفت رو تو نداشتی. حالا اون رفیق تفلک چقدر از این تعریف کرده بود، چقدر گفته بود این بزرگوار و جز حقیقت چیزی نمیگه و اینها. حتی شاه به او گفته بود که این بدگویی تو رو کرده، ولی اون گفته بود که نه، اون بدگویی نکرده، او جز حقیقتی چی نگفته. بعد میگه که کاشکی که این عیبایی که اون رفیقت گفت رو تو نداشتی. این مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، شما نگاه کنید چقدر در نگاه مولوی خدا مکاره، یعنی واقعا خدا به نظر مولوی یه موجود مکاره، پر از فریبه و دائم داره ما رو گول میزنه. میگه که ای دریغا گر نبودی در تو آن، که همی گوید برای تو فلان. شاد گشتی هر که رویت دیدی، دیدنت ملک جهان ارزیدی. گفت رمزی زان بگو ای پادشاه، که از برای من بگفتان دین تباه. او پدر سوخته چی گفت راجع به ما؟ گفت اول وصف دررویت کرد، کاشکارات و دوایی خفیه درد. گفت که تو ظاهرت مثل دارو میمونه، باطنت مثل درده و تو ریاکاری. خبس یارش را چو از شه گوش کرد، در زمان دریای خشمش جوش کرد. کف برآوردن غلام و سرخ گشت، تا که موج حجب او از حد گذشت.
دیگه نمیتونست تحمل بکنه این بدی هایی که شاه یکی پس از دیگری نقل میکرد از او غلام نسبت به این. کوز اول دم که با من یار بود، همچو سگ در قحط سرگین خار بود. یک دفعه جوش ورد و گفت هم روز اول که من با ایدم خور بودم، این مثل یه سگی بود که وقت قحطی، وقت گشنگی نجاست میخوره. و یعنی این که بعضی رفیقان هستن اینجوری هست. بعضی رفیقا هستن که اینها تا وقتی اوضاع خوبه خوبن و خیلی هم خوبن، آدم هم حال میکنه باشون، ولی به محضی که کرونایی میشه، یه اتفاق بدی میفته، مشکلی ایجاد میشه، اینها یک دفعه بد میشن و تحمل شرایط سخت رو ندارن و خودشون رو زیانت میکنن و دیگران رو تحقیر میکنن. و این غلام اینجوری گفت، گفت این اینجوری بود، گفت این مثل سگی بود که تو قحطی نجاست خار میشه. میگه چون دمادم کرد حجوش چون جرس، دست و لب زد شهنشاهش که بس. حالا غلام دیگه ولکن نبود، غلام شروع کرد دمادم. دمادم یعنی پیوسته، اشاره هست به کاروان، کاروان ها شتران دمادم به هم بسته هستن و یه چیزی که پیوسته میره بهش میگن دمادم. ما اشتباها میخونیم دمادم اکثر ما واقع. و سخن گفتن اینجوریه و لقدهانی و هی دهن آدم اینجوری جوری هی به فحش و فضیحت و بدگویی نسبت به دیگران دمادمه. ای یه حرفی بزنی، یه فحش دیگه بذاری روش، یه فحش بذاری روش، هیچ وقت هم دلت خنک نشه، ای بگی و ای بگی و ای بگی. میگه چون دمادم کرد حجوش چون جرس، جرس هم که دیدن یه چیزی تکو میدی توش، یه چیزی درنگ 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 درنگ، این بدگویی بعضیا که هی پشت هم میگه آدم یه وقتی میگه آ بس باش فهمید، دست بر لب زد شهنشاهش که بس. شاه آ بس دیگه فهمید آدم بدی. گفت دانستم تو را از وی بدان، از تو جان گند است و از یارت دهان. گفت که من فرق تو رو با او فهمیدم، او دهنش بو بد میده، تو جونت بو بد میده، روحت بو بد میده، از تو جان گند است و از یارت دهان. باز نگاه کنه نگاه مولوی رو در مورد شخصیت پردازی، باز نگاه جالبیه. یعنی اصلا نگاهش یه نگاه سفید و سیاه نیست، یعنی همه خوبی ها رو شیفت نمیده طرف خوبی، همه عیبا رو شیفت بده طرف بدی. یعنی یه طرف خوشگله، زیباه، دهانش خوشبوه، شاه دوست داره نزدیکش بشه، باش حرف بزنه، ولی جونش جان به معنی روحش بوی تعفن. یه طرف دیگه شاد رغبت نمیکنه بهش نزدیک بشه، میگه عقب بشین، میگه فاصله بگیر. ولی تو روحش پر از حکمت و پر از درخشش و لذت میبره شاه باش سخن بگه، چالنجش کنه، چالشش کنه. و این گرایش، یادتونه من در مورد مولوی میگفتم که مولوی قیام میکنه بر علیه نخبه گرایی تصوف، به این معنی است. ناگهان گرایش داره به توده، به مردم، به مخاطبان. تو توصیفی که از آدما میکنه این گرایش دیده میشه. یعنی مولوی واقعا آدمها رو دیده بوده، تجربه کرد. واقعا ما همه ما همینجوری هستیم، ما پر از خوبیا و بدیا هستیم. یکیمون چه میدونم روحمون بو میده، یکیمون دهنمون بو میده، همه ما اینجوری هستیم، پر از عیب و خوبی هستیم در کنار هم. و این مولوی این تجربه رو داره و وقتی توصیف میکنه از این تجربه توده‌گرایانش استفاده میکنه برای برساختن داستانش و برساختن معنویت فکریش. گفت وقتمون یک دقیقه دیگه وقت داریم. میگه گفت دانستم تو را از وی بدان، از تو جان گنده است و از یارت دهان. پس نشین ای گند جان،
از دور تو تا امیر او باشد و مأمور تو. قبلا به او گفته بود بشین عقب، حالا به این میگه تو بشین عقب، اون امیره و تو باید از او اطاعت کنی. بهر این گفتند اکابر در جهان، راحت الانسان و فی حفظ اللسان. و خب این جمله هم منصوب به علی است، او یا علی گفته که اگر انسان زبونش حفظ کنه و از دهنش هر خزعبلی بیرون نیاد، میتونه جانش رو حفظ بکنه، سیانت بکنه، راحت زندگی بکنه، راحت تر زندگی بکنه. در حدیث آمد که تسبیح از ریا همچو سبزه گلخن، همچو سبزه گولخن دان ای کیا. خب حالا این با بیت بعد معنیش معلوم میشه. پس بدان که صورت خوب و نکو، با خصال بد نیرزد یک تسو. تسو یعنی یک 24، مثلا یک ساعت یک تسوی روزه، یک 24 روزه. و یک تسو یعنی یک پشیزی، یه مقدار خیلی ناچیزی از مال رو میگیم یک تسو. با خصال بد نیرزد یک تسو یعنی هیچی نمیارزه، به پشیزی هم نمیارزه. پس بدان که صورت خوب و نکو با خصال بد نیرزد. پس ریا اینجا معنیش میفهمیم، ریا یعنی خصلت بد داشتن و صورت نکو داشتن. برگردیم به بیت قبل، در حدیث آمد که تسبیح از ریا همچو سبزه گولخندان ای کیا. اگر تو بخوای ریا رو ستایش بکنی، مثل اینی که توی گلخند، توی تونسوز حمام یه سبزه رویده، بری اون رو ستایش کنی، بگی به 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 چه سبزه های قشنگی، چه سبزه های. خب سبزه گلخن حمام پایدار نیست، توی حمام یه خزمانند هایی، توی تونسوز حمام یه خزمانند هایی رشد میکردن که یه ذره سبزینگی داشتن. آدم ها نباید فریفته این سبزینگی ظاهری بی ریشه اینها قرار می گرفتن، اینها ناپایدار بودن، با اندک تلنگری اینها از بین می رفتن. جانم بله، میگه زرین وقت تموم شد، باشه بقیه هفته آینده.